چشم دل باز کن که جان بینی آن چه آن بینی گر به اقلیم عشق روی همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آن بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا برنامه بدونبال آفتاب بعد از چند هفته که به دلیل گرفتاری ها و مسائل مختلف خدمت شما نبودم امروز باعث خوشحالی است که در خدمت شما بینندگان گرامی هستم و با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره می کنند و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا عرضم حضورتون که به یکی از مسائل بسیار مهم در دموکراسی این است که ما چگونه اظهار نظر کنیم و راه رساندن پیام ها و اظهار نظرها چگونه باید باشد حتی در یک خونه که ما تمرین می کنیم یا نه در حقیقت مدیریت می کنیم اگر از کوچکترین واحد اجتماعی که خونه هست شروع کنیم خواهید دید که همون چیزهایی که در یک خونه میگذره در اجتماعات بزرگتر و نهایتا در اداره کشور مورد نظر است مثلا اینکه بچه ها خب بایستی مثلا به پدر مادرها احترام بذارن نسبت به خواهر و برادر رسپکت فول باشن درسشون رو خوب بخوانند و سر ساعت بخوابند سر ساعت بیدار بشن و یک سری مقررات داخلی منزل رو اجرا کنند از اون طرف توقع این است که پدر مادر به بچه ها برسند لباسشون تمیز باشه کتابهاشون تهیه بشه از نظر اقتصادی تأمین باشن برسوننشون هدایتشون کنن به دانشگاه یا مدرسه و اگر نیازی به پرداخت هزینه دانشجویی یا تحصیلی یا غیره هست تأمین بشه و یک اقدام تقریبا دو طرف است و بعد به رأی همدیگه احترام بذارن مثلا مادر به پدر پدر به مادر و بچه ها همچنین یک سری مقررات لازم در ازای کمک هایی که در اختیار بچه ها قرار میگیره یا خانواده قرار میگیره حالت بدو و بستون داره خب اون هم در یک شرایط قانونی که خب مسلما اینها باید بایستی این شرایط هم اجرا بشه مثلا در کشور کانادا یا در کشورهای دیگه در هر جامعه ای که یک سری مقرراتی برش حاکم است شما ببینید در کشور ما ایران متاسفانه یک رژیمی سر کار آمده که این رژیم تمام کارهاش از روز اول تا به امروز مهندسی شده یعنی بر اساس مسلحت و نگهداری دولت وابسته به نظام خودخواه و خودسر و مستبد مهندسی میشه همه چیز هیچ وقت رأی کسی مورد نظر نیست و گرفتن نظرات افراد این کشور هم مورد نظر نیست حالا من یه مقداری راجع به سیستم حاکم بر جامعه ایرانی رو عرض میکنم خدمت شما و بعدا هم به گرانی و مشکلاتی که هست میپردازم چون حقیقتاً من مایل بودم در این برنامه ها بیشتر مسائل اجتماعی که خیلی زیاد هم داریم پیشرفت علمی فیلم های داکیومنتری و ای که اتفاق میفته محیط زیست انرژی انرژی های جدید و خیلی از مسائل است که ما باید بحث بکنیم ولی اطراف ما خانواده های ما کشور ما از سیر یک سری مسائل پیش پا افتاده است که حل نمیشه علت حل نشدنش هم این از خودخواهی بزور و ایستادن یک عده ای هست که به زور میخوان در یک مملکت 84 میلیونی حکومت کنن ولی هیچ ابزار و عواملی هم که به نفع منافع اون مجموعه باشه ندارن و سواد و تحصیلاتش هم ندارن چرا برای اینکه همه این چیزها باید مهندسی شده باشه برای حفظ نظامی که ایدئولوژی اون مهمتر از نان شب خانواده هاست ها متاسفانه در تمام رژیم هایی که ایدئولوژی بوده مثل کمونیست همین طور بوده در روسیه هم اون موقع ها اگر که کسی عضو حزب کمونیست بود همه چیز داشت اگر نبودی محکوم به مرگ هستی هیچ چی بهت نمیدن و راه اظهار نظر راه شرکت در انتخابات مؤثر راه تشکیل راه تشکیل تشکل های سیاسی و سنفی مختلف راه تظاهرات مسالمت همه اینها هم بسته است و این دولت نمیدونم فکر میکنه چگونه باید مردم نظراتشون رو بنویسن بگن شما حتی برای رهبر نامه هم نمیتونی بنویسی اگر نامه نوشتی قبل از اینکه به دست مقامات مسئول برسه دستگیر شدی و یک کار به سرت میارن که برای همه عمرت نامه نوشتن رو فراموش کنی بنابراین شما باید یک راه حلی بدید برای این مردم بیچاره که چه کار کنن معمولا در کشورهای دیگه مطبوعات آزاده یا حداقل مطبوعات دولتی دارن و مطبوعات خصوصی دارن رادیو تلویزیون هایی دارن که گفتار اونها رو منعکس میکنه و دولت ها موظف به شنیدن اون گفتار و تغییر جهت در سیاست های مهوری خودشون هستن که ما همچین چیزی نداریم یعنی شما در آمریکا نگاه بکنید خب دو تا شبکه سی این و فاکس روبروی هم هستند ولی اون مسائلی که در فاکس نیوز مطرح میشه دولت گوش میده به این حرفا اگه بشه باشون جلسه میذاره در کنگره میره بحث میکنه با افراد مخالف بحث میکنن در کانادا به اون برای هر یک وزیری که موظف به اجرای بعضی از مقررات هست یک اپوزیشن لیدر گذاشتن یعنی ما یک وزیر خارجه داریم یک کم اپوزیشن وزیر خارجه داریم که اونم نماینده است اونم رأی آورده از حزب مخالف وای میسه روبروش از صبح تا از این هر کاری میکنه باید به با اون مذاکره کنه و اختلافات رو برطرف کنند و هم نظر خواهی کنند در کانادا اینجور هست در کانادا رئیس کنگره یا رئیس پارلمان نمیگن رئیس بهش میگن سپیکر سخنگو رئیس نداریم اینجا ما سخنگو داریم چرا؟ برای که میگن اگر این رئیس بود که مثلا از, حزب, مخ... از حزب, حاکم بود خب این تحت این نام که رئیس اونجاست حقوق اقلیت یا اون حزب مخ... مخالف رو رعایت نمیکنه به همین خاطر اسمش سپیکر یا گوینده یا سخنگوی مجلس میذارن اسمشو در حالی که در حقیقت رئیس پارلمان هست ما هیچ یاد نمیگیریم من حتی انتظار ندارم که یک کشور عقب نگه شده یا عقب مونده اندر یا هر چیزی که اسمشو بخواید بذارید در خاور میانه حالی چه ایران چه افغانستان چه نمیدونم سوریه و غیره و غیره برسته به یک دموکراسی آزاد و خوب مثل دموکراسی های غربی مثل کانادا و آمریکا نه انتظار نیست چون مردم ما هم در داخل خونه های خودشون هم دموکراسی ندارن یعنی تمرین نداریم اصلا تمرین دموکراسی نکردیم اصول دموکراسی رو نمیدونیم بعضا تا قاطی زیاد میکنیم کب بنابراین یکی از راه حالا من این رو نرمالش رو عرض میکنم ببینید کدامش برای ایرانیان بیچاره که اونجا گیر کردن این امکانش هست یکی از راه هایی که بایستی افراد یک کشور نظراتشون بگن مطبوعات آزاد هست آیا شما فکر میکنید در ایران در رژیم جمهوری اسلامی مطبوعات آزاد اصلا معنی میده سراغ دارید یک مجله روزنامه یک, یک چیز بیخود یا با خود نداریم همه اونها بایستی از یک وزارت خانه ای امتیازشون بگیرن و اون روزنامه رو به ثبت برسونن که اون وزارتخانه دولتی است حاکم هست وزیرش رو رهبری تعیین میکنه یعنی منظورم رهبری که خب همه مملکت رو تعیین میکنه و در چارچوب منویات اون رهبر هست که این روزنامه امتیاز میگیره یا نمیگیره و بعدم ساز و گذاشتن که اگر یک تخطی بکنه تخطی که نه منظور خلاف نظر آقایان مطلبی از یک تمدیده دیده کارگر بیچارهای ای رو خاص منتشر بکنه خودش و خانوادهش رو دستگیر میکنن و بعدم روزنامهش هم میبندن و بعد کاری میکنن که بایستی برای سایر روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها درس عبرتی بماند پس در حقیقت روزنامه ای در کار نیست حتی روزینامه هم در کار نیست قدیمها می این روزنامه ها روزینامه است یعنی برای معاش و ادامه معاش و ادامه کارشون مطلب می نویسند ولی من عرض می کنم همچین چیزی نیست این روزنامه ها همه باید وابسته به ارگان های امنیتی باشند در هیچ جای دنیا همچین چیزی نیست پس بنابراین روزنامه و مجله و رسانه های تصویری و هر گونه دیگه در ایران جواب نمیده یعنی هیچ کاری نمیشه کرد که مطلبی تو روز اگرم بیاد با احتیاط صد جا زنگ میزنن که آه اجازه میدید ما یه مطلب رو بنویسیم حالا این کس که نوشته پسر خاله فلان آدم هست یا هم همچین چیزایی پس آزاد نیست اجازه هم ندارن که هیچ مطلبی رو بنویسن حالا کتاب هم که نمیشه نوشت کتاب ها همش یا خمیر میشن یا میسوزانن و یا اجازه چاپ نمیدن فیلم های سینمایی قطعا توقیف میشن تئاتر رو اینجور چیزام که نداریم تمام مسائل این گونه رو به شدت جلوش میگیرن که نه تنها خبر این مردم بیچاره که میخوان اظهار نظر بکنن میخوان اظهار نظر بکنن بسته است کامپلیتلی بسته است خب پس راه دیگه چیه راه دیگه شرکت در انتخابات هست که مردم با شرکت کردن یا نکردن بتونن نظراتشون بنویسن یا بگن خب انتخاباتی که تا به حال در ایران بوده همش انتخابات مهندسی شده است یعنی از قبل میدونن کی بایستی از صندوق بیاد بیرون اولا نماینده ها باید اول به وسیله شورای نگهبان قربال بشن و کسانی که میخوان بیارن باید تعهد عملی و الزام عملی نسبت به رهبری مطلق بدهد رهبری مطلق ولی فقیه جزء اولین شرط شرکت در انتخابات هست خب حالا بعد از این که شورای قربالگری این افراد رو بر اساس رهبری نظام چون میدونید این خود این شورا شیش نفرش مستقیم به وسیله رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه شیش نفر دیگه هم غیر مستقیم به وسیله قوه قضاییه که پیشنهاد میده به مجلس تصویب میشه یعنی 50 درصدشون در وحله اول دستور رهبری است 50 درصدشون در مراحل دوم و سوم به همین 50 درصد میپیوندند و تقریبا تمامشان همون کسانی هستند که نظر رهبری است و اونها موظف به اجرای نظره شخص اول مستبد نظام هستند این راه دوم پس بنابراین شرکت افرادی که میخوان نظر بدن در انتخابات به نماینده ای باید نظر بدن که قبلا امتحانش داده باشه و جز چاکران و مخلصان و وابستگان به مقام رهبری نظام یا حالا هر کدام از سپرده های دیگه باشه این خودش در حقیقت یک ضد و نقیز هست حالا فرض کنیم در اینجا هم نه از اینجا هم گذشتیم یعنی آه مردم اصلا شرکت نکنن در انتخابات وقتی مردم میبینن این انتخابات مهندسی شده همه افراد قربال شدن آدم هایی که فکر میکنن به نوعی نظرات دیگری داشته باشن اونها رو لگت کوب میکنن و از این آبکش شورای نگهبان که مقام رهبری و مقام بلایت هست از این میگذرن حالا میگن خب ما به دلیل اینکه نمیخوایم شرکت بکنیم شرکت نمی کنیم و دولت بفهمه که مردم به شدت ناراضی هستند و این نارضایتی ممکنه به اختشاش و شورش و قیام بیانجامد و جان مردم به لبشان رسیده است اون هم که دیدید در این انتخابات آخر مجلس تقریبا همه از هر گروهی که حتی امکانش بود که نیم نگاهی از مخالفین داخل نظام نیم نگاهی یا دستی بر خاکستر داشته باشند اونها هم قلع و کردند و چیزی نموند خب حالا میاد میگی بخوای اصلا شرکت نمی کنیم آه تمام دنیا بدونید که ما این نظام رو نمیخوایم. خب شرکت که نمی کنید از چند روز قبلش اس ام می پیام میفرسن رهبرانی که مخالفان رو دستگیر میکنن نمیدونم پیام میدن یه وقتی چیزی گای جایی نگید به فرستنده های خارجی مصاحبه نکنید نمیدونم فلان 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 و بعدش هم نهایتا آقای رئیسی از صندوق در میاد و آقای قالیباف که این همه مسئله زمین های مشهد و برقبه یا میلیا هشت و ده میلیارد دلار یا میلیارد تومن دقیقا انقدر اینها رقم افسانه ای و زیاد هست که آدم خیلی فرقی هم نمی کنه. چون انقدر زیاد هست که حتی به, دل... به, ریالم بگیری زیاد هست بنابراین اینها یا اختلاس بوده یا ملک های نجومی امکانات مردم بیچاره رو بخشیدن بین اون راندخاری یا خیلی از این کارها که اقتصاد ما رو فلج کرده ایشون انجام داده و تقریبا میخواست حتی یک نفر جورت نکرده که یک دستخطی به دادگاه بفرسته و دادگاه از ایشون دو تا سوال بکنه ایشون شده رئیس مجلس و من مطمئنم قبل بعدم رئیس جمهور میشه چون اینها انقدر تعدادشون کم هست یا میشن رئیس مجلس یا میشن رئیس پلیس یا رئیس سپاه بعد به هم عوض میکنن یکی میشه وزیر خارجه قبلا نمیدونم یه سمتی دیگه داشته یعنی یک چرخش اتفاق میفته بین اینها چاره هم ندارن چون کسانی هستن که فدایی ایدئولوژی این نظام در یک راهکار بدوبستون هستن یعنی اینا راندخاری میکنن اختلاس میکنن به قانون جواب نمیدن ولی در عوض اونا هم میگن خب شما این کارا که دارید میکنید این راندخاری که میکنید امکاناتی که میبرید باید بنده مخلص سیستم باشید در سرکوب ها در ارائه برنامه های غلط گوش ندادن به نظرات مردم یا خیلی از این چیزهایی که خصوصیات واضح و آشکار این خدمتگذاران معاملگر هستند یک لازم و ملزوم حکومتی خب پس بنابراین شرکت در انتخابات هم منتفی است یعنی نه مطبوعات آزاده که آدم حرفش رو بزنه نه میتونه با رادیو تلویزیون های خارج از کشور مسابقه بکنه چون اون مسابقه حد حدودی داره اگر از حد کسی از حدش عبور کرد دستگیرش میکنه فقط باید مثلا یک جایی چیز رو نگه داره خب میمونه انتخابات در اینکه یک نماینده ای رو بفرستن مجلس که نماینده خودشون باشه که گفتن با حضور شورای نگهبان نمیشه بعد میایم بالاتر میگیم خب حالا میتونیم انتخابات هم تحریم کردیم نتیجه نداشته بعد میگیم خب بریم آقا بریم تو خیابون بریزید مردم تو خیابون صحبت بکنیم اون هم وقتی که اعلام میکنی که آقا ما به عنوان اعتراض میخوایم بیام در خیابان فلان راه بریم و یه شعارهایی داریم یه گفتاری داریم حرفهایی داریم ای داریم بدیم و بریم اون هم از چند روز قبلش افراد فعالش دستگیر میکنن اس ام اس اینترنت رو قطع میکنن یعنی اون چه که باید در حقیقت تسهیلات فراهم بکنن نه عکسش بگیر و ببند و نصف از داستان ها دستگیر میشن که حتی اینا درای در آینده هم ازشون تعهد میگیرن که در هیچ سازماندهی در هیچ کاری در هیچ جا اظهار نظر در هیچ جا وجود فیزیکی نباید داشته باشه اگر گرفته باشی خودتو و خانواده تو هرچی وابسته هستن همه دستگیر میشن و از صلوات این هم اعلام نظر در یک حضور خیابانی است بنابراین تنها راهی رو که به جا می این است که خب حالا بریم نظرات خودمون به چند تا از همین نمایندگان مهندسی شده اظهار بکنیم که اینها بتوانند کت خدا منشی بکنن بگن مردم دارن زیر پاله میشن اینجور اینجور این امکانات به ته رسیده کفکیر به ته دیک خورده چه کار باید کرد اگرم اون نماینده بخت برگشته وابسته از فیلتر شورای نگهبان رد شده وابسته با خودشان هم یک مثلا دلسوزی بکنه و احیانا یک ترهی رو بخوان به نفع مردم و به نفع گفته های این بیچارها به تصویب برسونن اونم راحل داره که جلو، چگونه جلوش بگیرن اون هم وقتی یک لایههی حتی به وسیله اینها یا هر طرحی تصویب بشه بعد میبرنش در شورای به اصطلاح نگهبان شورای نگهبان همون که توضیح دادم خدمت شما همون شورایی که نگهبان حفظ نظام و رهبری هست اونجا جلوشی میگیره و اون طرح رو رد میکنه حالا یا به دلیل بوجه نبودن یا به دلیل امکان نبودن یا به دلیل غیرقانونی یا به دلیل غیر شرعی یا به دلیل اصلا این هیچ چون اون شورا تقریبا تصویبی است مدلل نمیکنه حرفی رو میگه ما دوست نداریم تایید نمی کن. در نظر عین اون نظرات که راجع به نمایندگان دارن میگن نظرات انتصابی هست نظری نیست که باید دلیلی بیارن براش استصفابی بهش میگن ازشون میخوان میگن نه دلیلی هم نباید بیارن پس بنابراین اونجا هم را بند میاد پس چه کار باید بکنن؟ اون میمانه به این که شورش اتفاق بیفته ولی وقتی میگه چو پردهدار به شمشیر میزند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند تمام راه ها بسته است مطبوعات بسته است روزنامه ها بسته است شرکت در انتخابات بسته است طرح و لایه در درست کردن وسیله نمایندگان بسته است رفراندوم بسته است چون رفراندوم هم میدانید که رفراندوم هم باید شورای نگهبان همون شورای نگهبان نظام و شخص رهبری موافق باشند و این رفراندوم هم انجام نخواهد شد از اون هم بسته شده بسته است هیچ راهی رو پیش بینی نمیشه که حتی بتونی نظرات غیر مخالف ولی مخالف با این گروه مخالف با آن گروه بدی امکان نداره تمام راه ها بست است بنابراین تنها راهی که میمونه راه شورش و قیام هست و متاسفانه اون زمانی اتفاق میفته که شیرازه جامعه از هم پاشیده بدون رهبری معمولا هست شورش ها این ناگهانی اتفاق میفته ممکن عده زیادی کشته بشن و ممکن رژیم سرنگون بشه و خیلی اتفاقاتی دیگه و یه عده بیان سر کار که شایدم خیلی تفاوتی با اینا نکنن یا شایدم بکنن البته ولی شانسیست دیگه یعنی خود این نظام و خود این رژیم با بستن تمام راه ها مثل تمام این که یک رودخانه با عظمت در حال حرکت باشه و جلوش به صد کنن و جایی هم که این آبها باید جمع بشه نباشه خب این آبها متلاشی میشن هر هر به یه گوشه از نمیدونم صحرا و شالیزارها و جاهای دیگه خواهد رفت و یا تبدیل به سیل عظیمی میشه که هر چی در سر راهش هست خورد میکنه و از بین میبره چون مهار نشده میشه شورش و قیام و انقلاب امیدوارم هیچ وقت به این چیزا ما نرسیم چون نه شورش نه قیام نه انقلاب اینها حرفهای خوبی در دنیای آزاد امروز نیست مردم باید بتونن بشینن سر یک میز و با هم مذاکره کنند و دولت ها موظف به تأمین امنیت و حضور در این جلسات هست و پاسخگویی واضح و آشکار بر اساس قانون هست همین قانون اساسی جمهوری اسلامی که هزار تا اشکال داره از جمله همه مسائلی که من عرض کردم خود ولی فقی مادام العمر شورای نگهبان انتصابیه نمیدونم مصوباتشون مسبب دلیل بر قانونی چیزی نیست استثوابی هست نماینده مجلس تا پایان میتونه زیر نظر تیق اینا باشه نمیدونم خیلی از چیزا که عرض کردم اینا همش تو قانون اساسی است قانون اساسی تمام اینها رو که دست این رهبری نظام داده رفراندوم هم دست خودش هست انتخابات هم دست خودش هست یه چیزی بالاتری هم هست به نام حکم حکومتی حکم حکومتی میتونه تمام اون چی که در این مملکت حتی اگر به تصویب رسیده باشه حتی اگر در مجلس باشه حتی در شورای نگهبان باشه یا نباشه با یک دستور حکومتی لغو یا اجرا بکنه هیچ دلیلی هم نمیخواد خب اینا تو قانون اساسی است پس بنابراین با این ساختار قانون اساسی من درآوردی که خدا لعنت کنه اونایی که اینا رو نوشتن که هیچ اصول دموکراسی و دموکراتیک توش نیست هیچ جاش یه قسمتش هم که چهار تا از دستشون در رفته مثل آزادی تظاهرات و غیره که اونم اجازه نمیدن اونها هم خودشون میبندن و هیچ سازکاری برای حتی اجرای قانون اساسی نیست مدرای جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است ولی خود رئیس جمهور رو شما شاهدش بودید دیگه تمام رؤسای جمهور گذشته مورد تعن و لعن خود حکومت بودن آقای خاتمی هنوزم ممنوع تصویر هاشمی به طور مرموزی از بین رفته که نمیدونن چی هست آقای احمدی نژاد رو که مغزوب درگاه هست و حسن روحانی که دمپایی پرت کردن تو فرودگاه براش و هنوزم دارن ازش بد میگن که این آدم لایقی نبوده فلان کرده این رئیسی هم شما خواهید دید در آینده موقعیتی بهتر از اونهای دیگه نخواهد داشت پس بنابراین رئیس جمهوری که حق هم نمیتونه بگیره یا به قول معاون رئیس جمهور آقای جهانگیری که گفت اصلا من منشیمم خودم نمیتونم انتخاب کنم من انتخاب منشی دفتر خودم هم ندارم یا آقای زریب وزیر خارجه که گفت آنچه که انتخاب کردیم ما خودمون انتخاب کردیم که این روش باشه و اونچه که نظر میده در روابط خارجی وزارت خارجه نیست صفر درصد وزارت خارجه است هیچ و اونچه که نظر نظر سیاست خارجی است میدان تعیین میکنه میدان کیان سپاه و سپای قدس و فعالیت های منطقی و غیره و غیره که از فرصت این جلسه ما خارج هست شاید در یک روزهای دیگری من حقیقتا بعضی وقتها تصمیم گرفتم دیگه اصلا ذکر مصیبت نکنم چون همه میدانند خودشون هم میدانند همه میدونند ولی اگه به خودی هاشون صحبت کنیم که چه کار کنیم اگر یه مقدار پامون را عوضی برداریم حکومت سرنگون میشه خب منظور این است که مگه الان حکومتی که با ظلم و جور و سرنیزه و به اصطلاح خفقان دارید انجام میدید حکومت مگه این حکومت یک ابزار عوامل دموکراسی آزادی خواهی رفاه اجتماعی و میخواد شما کدامشو دارید خب حالا در این چند دقیقه باقی مانده بپردازیم به وضعیت اقتصادی اختشاشات در استان خوزستان و قسمت فارس و البته اختشاشات در دل و زندگی همه خانواده هاست ببینید وضعیت اقتصادی ایران جمهوری اسلامی منظورمه متلاشی است سالهاست بانک ها ورشکسته هستند بلکه اصول بانکداری اجرا نمیشه بانکداری بر اساس دستور هست راندخاران تو صف وایسدن و دولت به بانک ها دستور میده که به این آدم یا به اون آدم وام چند هزار میلیاردی بدید و منتظر برگشتش هم نباشید چون همه اینا باید سیکیورتی لون باشه یعنی لونی بدن که در ازاش چند برابرش طرف ملک و املاک حداقل داشته باشه گرچه همون چیزهایی هم که اینا به عنوان ملک و املاک تا یه حدودی دارن و مال دولت هست مال خودشون نیست کردیت راندخاریشون هست بنابراین بانک ها بانک های مستقلی نیستن بارها اعلام کردن بانک سرمایه مثلا برشکسته است اعلام هم کردن ولی خب بانک مرکزی که همه اینها رو تغذیه میکنه مرتب پول چاپ میکنه و این پول چاپ کردن که بانک مرکزی میکنه تورم رو از 10 درصد 20 درصد 50 درصد 100 درصد 200 درصد یا 300 درصد هم جور میاره بالا و پول مملکت از بین میره 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 پایین تا جایی که اون هم متلاشی بشه که الان شده در حقیقت پس وضع اقتصادی طوری نیست که مثلا آقای رئیسی بتونه درستش بکنه نه اون نیاز به یک استراتژی دراز مدت یک ایجاد محیط آزاد برای سرمایه گذاری و بعد تغییر دادن زیر های اقتصادی از خدمات و دلالی به تولیدی و تولیدی هم نیاز به سوبسیدایز کردن هست کما که در کانادا این کاری میکنن زمین های کشاورزی شما باید سوبسیدایز کنید پول بدید به بازرگان با به اصطلاح کشاورز یا غیرو که این زمین ها را آباد کنند و بعد خب یعنی امپلویمنت کم میشه اقتصاد رواج پیدا میکنه تغذیه تامین میشه خیلی چیزای دیگه در ایران این زیر ساخت ها وجود داشته همه از بین رفته سنگ رو سنگ نمونده بنابراین تمام شغل هایی که از بعد از انقلاب آمده یا خدماتی است یا دلالی است و یادم اخیرا هم یا شاید راند خاری است دور زدن تحریم ها خودش شغل بزرگی است تحریم ها رو درست میکنن با روابطی که در منطقه وجود آوردن حمله به کشورهای مختلف ایجاد نیروهای نیابتی فرستادن پهبات ها برای ناامن کردن منطقه زدن کشتی ها و غیره و غیره و غیره آمریکا ستیزی اسرائیل ستیزی دشمن در آوردن و این عداب و اطفارهایی هایی که شما میبینید چهل سال میگن خط مقاومت این خط مقاومت در این چل سال حتی یک گلوله به اون طرف اسرائیل شلیک نکرده نه حزب الله نه سوریه نه هیچ کدامشون این هم اسمش خط مقاومته زمان حافظ اسد پدر این بشار اسد هم همینطور بود یک بهانه بود که تحت عنوان خط مقاومت برای راهکارهای سیاسی نظامی خودشون راحل پیدا بکنن دهن پر باشه و ایلا عملا نیست اسرائیل خیلی خوشحالی که آقای بشار اسد سرکارش مونده ولی که بشار اسد دشمن اسرائیل نیست خط مقاومت پوچ و بیمانی و غیر منطقی است اسمش اصلا غیر قانونی و غیر منطقی است شما خط مقاومتی نیست که این خطش باشه ولی تحت این عنوان تحت نگهبانان حرم تحت نگهبانان فلان تیم زینبیون فاطمیون نمیدونم این حرفها یا نمیدونم هشت و یا غیرو یا از صاحب اهل حق در عراق و در جای دیگه همه همه اینا اسامی که پرچمشن فورا آماده میکنن سر یه چوب میزنن و پولهای هنگفت مردم بدبخت و بیچاره ایران رو میفرستن تو اینها این میشه داستان این اقتصاد خراب کرده پولی نمیاد تو بانک پول تو کیسه مردمه اصلا تحریم مسئله نیست بلکه که همین الان با دو برابر شدن قیمت نفت و همون یک میلیونی که ایران داره نفت میفروشه قلابی و اصطلاح ت... ت... خارج از دید دیگران بالاخره درآمد بسیار هنگفتی براشون درست کرده ولی چاله چوله پره همین خود این راندخارا همین کسایی که باید اینا رو این کشتی ها رو را بندزن چون شما حساب بکنید آقای اونه گفتن در این چند سال 400 میلیارد دلار دور زدن تحریم ها برای ایران هزینه داشته حالا آقایون میگن من نمیگم 400 میلیارد من میگم 40 میلیارد یا میگم 4 میلیارد شما هر چی دلتون میخواد بگید چون این آمارا معلوم نیست کدامش درسته ولی وقتی نگاه میکنید میبینید که یک کشتی که قرار نفت به اصطلاح قاچاق ایران رو به چین ببره به مالزی ببره نمیدونم به ونزوئلا ببره یا هر جا هزینه بر هست یعنی باید برن اولا کشتی پیدا کنن که نترسه و حاضر بشه بیاد دوم باید پول زیادی هزینه کنن تا پاسپورت این افرادی که اونجا توش هستن عوض کنن یه پاسپورت دیگه بذارن نمیدونم یا اگر خود اونا هستن یه پول زیادی بهشون بدن و بعد باید پول زیادی بدن که این دستگاه به اصطلاح رو خاموش کنه و به رادار خاموش حرکت بکنه بعد بایستی تعمل بکنه که اگه گرفتنش دستگیر شد هم فلان شد تمام این خسارت رو بده بیمه هاست های چند برابر سنگین هستن انقدر این یه کشتی که نفت میبره حزینه بر هست که آخرش چیز کمی میمانه و اونم میفرستن سوریه و لبنان و نمیرن فلانجا یعنی این آتشی رو که این رژیم برای خودش روشن کرده و متاسفانه دوباره غربی هم میدانند اینا رو شما فکر نکنید اینا نمیدانند اونا همه چیز رو میدونن ولی دلشون میخواد کم باشه یک ای ایرانی باشه که نه نه مثل زمان شاک به پنجمین ارتش قدرتمند جهان رو بخواد بسازه به یه شاخی بشه برای ارتش های بزرگ یا بتونه ترقی بکنه به حالا دروازه های تمدن برسد نه, نه اون که میگفتن ولی در هر صورت نمیخوان اینجور باشه میخوان یک کشوری انقدر تو خود خون خودش قلط بخوره انقدر تو گرفتاری و بدبختی و نان شب قلط بخوره که اصلا فرصتی برای بیدار شدن نداشته باشه و چرا اون چی که برای اوکراین میکنن چرا برای ایران نکردن چرا برای سوریه نکردن سوریه که یک سقف سالم نیست شما فیلم ها نگاه میکنید کیلومتر در کیلومتر بمباران شده و نزدیک به 500 هزار نفر کشته شدن و نزدیک به دوازده میلیون همین الان آواره هستند چطور اونجاهای کمک های بین المللی نشد و چرا اون موقع روسیه به دلیل حمله به سوریه تحریم نشد و چرا تحریم های سنگین علیه ایران نکردند چرا اون منطقه مگر خونشون فرق میکنه به منطقه ای که اوکراینی هستند. البته ما حجوم فاشیستی روسیه رو محکوم میکنیم هیچ کسی حمله به یک کشور آزاد رو قبول نداره و این محکوم هست اما میخوام بگم یک اصطلاح سیاست دوگانه وجود داره همون سیاستی که این افراد رو سر نظام سر کار گذاشته و نگه داشته آقای کارتر خب کنفرانس گوادلوب یادتونه همش و بعد نگه داشتنش مسالحت یا مسالمت آمیز کار کردن آقای اوباما هایی که تو چمدون گذشت فرستاد و الان آقای بایدن اینا, اینا شما قشنگ به چشم غیر مسلح به اصطلاح میشه دید اینها رو میگی گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهن کاری هست شما میبینید میگه سیاست پیشگان در حل لباسند به خوبی یکدیگر را میشناسند من و تو زود در شرش بمانی خب بنابراین وضعیت این چنان هست که پول در نمیاد میاد ولی جایی که هزینه میشه ببینید قدرت های بزرگ دولت روسیه سالها در افغانستان بود با هزینه های سنگین کشید عقب و از اون کشور خارج شد آمریکا 20 سال رفت به جنگ طالبان طالبانی که میگفت که مقر تروریست است و اونها بودند که اون ساختمان دو رو منفجر کردن در آمریکا در سپتامبر 11 و همه رفت ارتش کشید و رفت اونجا تا افغانستان و ملا عمر رو بالاخره خودش مرده از بینش بردن و دیگران رهبران جهادی اونجا القاعده آیسیس اینا همه رو تقریبا قلقم قم کردن ولی بعد از 20 سال دوباره اون کشور رو با همه هزینه هایی که شده بود زنان فرصت پیدا کرده بودن به مدرسه دانشگاه برن استادا دانشگاه تربیت شده بود دانشگاه وجود آماده بود همه رو و همه رو آقای بایدن تحویل دادن به تمون طالبان و گفتن خدا حافظ و شما دیدید صحنه که مردم به هواپیما آویزون می شدن هواپیمایی که می مرگشون حتمی است و در اونجا به دلیل ازدهام دیدید که یکیشون آویزون شده و که منو نجات بدید یا مادری بود که بچهش رو میذاشت که بره بیرون که بلکه این مادر این بچه بره در یک جای دنیا و موفق بشه و خودش تو این منجلاب باقی بمانه به وسیله کارهایی که آمریکا کرد ما از کجا صحبت بکنیم در هر کدام از این گفته هایی که من عرض می کنم اگر بمانیم میشه کتاب ها نوشت سال ها میشه کتاب نوشت خب بنابراین در حقیقت میگم میخوام میگم که سیاست های بین و مللی هم به نفع مردم نبوده و شاید هم نخواهد بود برای که سیاست های بین و مللی برای منافع خودشون هست و باید هم باشه رئیس جمهور آمریکا منافع کشور خودش رو باید در نظر بگیره حالا اگر یک کسی منافع ما رو در نظر نگرفت و اون رفت برای حزب الله لبنان جادی خرج کرد اون دیوانگی اونهاست و مردمی هستند که باید تکون بخورن و اینها رو بردارن و کسانی بیارن که منافع ملی رو حفظ بکنه خب بنابراین الان شما میبینید که این کفگیر ته دیک خورده اقتصاد بانک ها اول گفتن ورشکسته است بعضی هاشون ادغام شدن راندخاران و اختلاسگران و همه یه طرف قضایی ها بودن سالها و سالها و گرفتاری های مثل کرونا که به دلیل ممانعت از ورود واکسن هزاران نفر از هموطنان ما پیمانه مرگ را نوشیدند بماند و از اقتصاد داغونتر شد خرابتر شد روز به روز و بعد رسیده به نون شب الان آرد قیمت چند برابر شد البته میدونید که آرد به وسیل جنگ, جنگ های هست در روسیه در اوکراین و به طور کلی قیمت آرد از چل سنت به صد و ده سنت رسیده درسته گران شده ولی چرا در کانادا و آمریکا و جاهای دیگه این اتفاق نمیفته به دلیل اینکه اگر هم بیفته مردم به اندازه کافی در جاهای دیگه حقوق و امتیاز دارن زندگی بچه ها تامینه زندگی زنان تامینه زندگی سینیورها تامین هست حقوق رو بالا میکشن امتیازهایی میدن بهشون امتیازات شغلی میگیرن تخفیف های مالیاتی میگیرن یا این همین پول های که همین آقای ترادو در اینجا تقسیم کرد و هر نفر دو هزار دلار در ماه میدادن تا سا... چند سال پس بنابراین اون اتفاقی که اونجا میفته درسته ولی اونجا که راهکار داره میتونه الان که نفر چند برابر میخرن ازش از این برجام بیاد بیرون یا منظورم از این باطلاقش بیاد بیرون و امضا کنه این قرارداد رو و نفت رو بفروشه رو دریا هم حدود 60 70 میلیون بشکه دارن اینها رو بفروشن خرج مردم بیچاره بکنن و خرج بیمارستاناشون راهسازی که این همه کشته ندن خرج بهبود مملکت بکنن به جای این دنبال روی از روسیه در قبال اوکراینو و این کارهایی که خودشون هم میدونن عبس هست آب در هاونکو و بیدنه ولی اینها رو چند سباهی سرکار نگه میداریم. بنابراین خلاصه کنم در این دو سه دقیقه مونده اقتصاد ایران به دلیل های خرابش خراب خواهد بود. زیرساخت‌ها از بین رفتن. حتی چاه‌هایی که بایستی گاز تزریق بشه تا اینها بتونن اونقدر که میشه به صلا استخراج کنن اونم نیست. یعنی حتی امروز هم ما از این شر این تحریم ها راحت بشیم ایران نمیتونه برگرده به تمام ظرفیتش برای خیلی از چاه بسته شدن خود وزارت نفت میگه 50 میلیارد یا به قولی حدود 80 میلیارد هم گفتن دلار باید بدن در صنایع نفت تا اینها سرپا بشن زمین های کشاورزی خیلی هاش با بایر شدن یعنی قرار بوده ما در حقیقت کبیر زدایی بکنیم الان زمین که کشاورزی از بین رفتن به دلیل پیشرفت کبیر زیر ساخت ها همه خراب شده این یک بعد سیاست رانخاری و دزدی و اختلاس روی اون هست سیاست های منطقه ایران هم روی اون هست چیزی در کاسه نمیمونه و اگرم بماند به از ما بهترون میگن یا به قول آقای خامنه که تعریف چیز رو هم عوض کرد گفت مستضعف نیست اون هایی که آقای خمینی یا خود ما گفتیم مستضعف کسی است که طرف هیئت حاکمه رو بگیره اونها مستضعف هستن و اونها باید ببرن و هیچ کس هم نیست که جواب این آقا رو بده از کردم کی میتونه به این حرف بگی این از کجا شما در آوردی این حرف رو اصلا کدام عقل و منطق میگه اینجوری هست نیست منظور این است که به نظرم اوضاع به هم خواهد ریخت مردم از گرسنگی به خیابان ها خواهند آمد و اختشاش قیام و شورش در پیش خواهد بود تا چه ها بر سر خاکستر پروانه رود ما در اینجا به پایان برنامه میرسیم بسیار ممنونم از حوصله ای که به خرج دادید شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و با تشکر فراوان از جناب فرزاد که برنامه رو هدایت کردند و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا تا فرصتی دیگر خدا نگهدار چشم دل باز کن که جان بینی آن چه آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آن چه بینی دلت همان خواهد و خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی